هیچ گونه آیدیایی دارید شما؟ عرض کنم که این برنامه که آقای شهردار شروع کردن در موقع انتخابات شهرداری در کل استان اونتاریو که دو سال پیش انجام شد، اون موقع من بهشون پیشنهاد کردم که اگر میشه شما بعد از انتخابات جشن ملیت‌های مختلف رو برگزار بکنید و اولینش رو ایشون با برنامه چینه عید چینیا در فوریه برگزار کردن، دومیش عید نوروز ما ایرانیان بود که خود شما یکی از کسایی بودی که خیلی زحمت کشیدی در کمیته برگزاری و اون برنامه رو به اون خوبی و اون قشنگی اجرا کردیم. بعد از اون خب ملیت‌های دیگه هم رفتن سراغ ایشون، من جمله مسلمان‌های پاکستانی و آفریقایی، و این برنامه در واقع پارسال امسال مسلمانان پاکستانی و آفریقایی برگزار کردن. بنابراین ایرانیان به عنوان مسلمان خب شرکت میکنن اینجا، ولی ما بیشتر تو همون برای عید نوروز خودمون دقیقاً چطور ما یکی از برگزار کننده من داشتم میگفت شما ایرانی ها فقط نوروز رو برگزار میکنین، گفتم که اینجوری نیست، واقعا بعضیا واقعا عید و فطر هم میگیرن و نوروز هم میگیرن. خب اینا فرهنگ ما رو نمیدونن. برای پاکستانی ها عید نو عید فطر بزرگترین عیدشونه، چون اونا عید ملی مثل ما عید نوروز ندارن. برای مسلمان های ترکیه مثلا عید قربان بزرگترین عیدشونه، خب اونا حتی عید فطر رو در درجه دوم میگیرن، عید قربان در درجه اول هست در ترکیه. برای ما ایرانی ها عید نوروز اهمیت خاص ملی داره، از هر مذهب دین ایرانی ها عید نوروز رو جشن میگیرن. البته مسلمان ها براشون عید فطر هم عید مهمی هست. اتفاقا من صحبت میکردم با شهردار ریسموندی، یکی از واقعا شهرهایی که نمونه است تو نورت آمریکا، که لید میکنه واقعا مارتی کارچرالیزم برقرار میکنه واقعا. اینم خب بالاخره شما اثراتش رو چجوری میبینید بیشتر از تو شهرهای دیگه؟ من از اون بر بره سمت جنوب بودم به آمریکا. خب تاثیرش خیلی مثبته. ما در کانادا در کشور چند ملیتی زندگی میکنیم، همین الان هم اینجا شما که مهمون ها رو ملاحظه میکنه اکثریت خب مسلمان ها هستن، مسلمان های پاکستانی هستن اکثریت، ولی ایرانی هم یه تعداد اینجا هستن، یهودی ها هستن، مسیحی ها هستن، از ملیت های دیگه هم هستن، هندی ها هستن اینجا، یکی از افغانی ها هستن، بنابرای همه ملیت هستن. واقعا ما باید یاد بگیریم که به عنوان انسان بدون این که توجه داشته باشیم که چه مذهبی داریم، چه دینی داریم، چه ملیتی داریم، پوست رنگمون چی هست، پدرمون کی، مادرمون کی، همه اون انسانیم، به عنوان انسان بتونیم با همدیگه زندگی بکنیم. و اون چیزی که در کانادا و در اونتاریو به خصوص صحبتش هست که میگن diversity is our strength، یعنی تنوع و تکثر قدرت ماست، نه که ما همه رو یکی بکنیم. هیچ وقت من و شما یکی نمیشیم، ولی میتونیم پهلوی هم به عنوان یک انسان زندگی بکنیم. خدا نکنه که همه انسان ها یکی بشن، دنیا خیلی زشت میشد. اگر اینطور بود خدا همه رو یکی میآفرید. جناب دکتر خدمت شما عرض کنم که آقای میلفرد من اتفاقا دیدم، بهش گفتم که آقا داره راستا از بالا و پایین گرفتن، نظر شما چیه؟ این موقتی هست. دوباره باز حزب لیبرال برمیگرده به تورن هیل و به اوکریجز برمیگرده در انتخابات بعدی. امیدوارم. نه خیلی ممنون وقتتون رو ما بدین، از موزیک هم لذت ببرید. موزیک افغانی است، خیلی ممنون.